من در مجموع آشنایی با ایشونم فکر میکنم به اواخر 60 و 61 هست. بعدها که بیشتر آشنا شدم متوجه شدم که توی مرحله گزینش هم ما یه بار همدیگه رو دیدیم. یا آقای کرمی مسئول گزینش من بوده، یه مطمئن رفت سرایتم کرده. چون اولا چون پرورش اندام کار میکرد، بازوهای ستبر و سینه های جلو آمده، یه پیراهن آستین کوتاه تنگ هم پوشیده بود. این رو کمربندش بودن، کمربند پهنی بود. بعضی ها که قضاوت میخوام بکنن فکر میکنن گزینش الانه، گزینش 40 سال پیشه. پیراهن آستین کوتاه من میپوشیدم. موهای ایشون هم موهای ارزم از شما وزوزی بود. این قیافه علل قاعده برای گزینش های اون مقطع اصلا قیافه پاسداری نیست. لذا اون چیزی که در ذهنم هست من نظرم مثبت نبود، ولی خب چون مسئول گزینش نبودم، من یکی از مصاحبه‌گرهای اون مقطع بودم. حاج قاسم این چیزی که شما می‌فرمایید هم آدم تیزهوشی بود و هم یه آدم عملیاتی بود و خودش طراح بود. نیروهایی هم که دور برش بودن واقعا به عنوان بازوهای اون نیروهای قدری داشتن. مثلا دو تا از جانشینای ایشان، یکیشون که شهید میرحسینی است جانشین لشکر که ایشون هم شهید شد، خود حاج قاسم راجع به میرحسینی نگاهش این بود که خودش لشکره. یه جمله من از حاج قاسم نوشته دیدم، از خودشون یادم نمیاد این نکته رو شنیده باشم، در عمل اینو دیدم، ولی نوشته ای رو دیدم که میگه همون اول که من رفتم با عراقیا درگیر شدم، اونجا احساس کردم که اینا شکست پذیرن. این نکته خیلی مهمه، مواجهه اولیه خیلی مهمه که ازشون بترسی یا بگی نه اینها نیستن که بنا باشه ما ازشون شکست بخوریم. این رو به عنوان اولین ارزیابیش از دشمن میگه و من فکر میکنم این خیلی نکته مهمیه. من این نکته رو در جنگ امریکایی‌ها و حضور امریکایی‌ها این نکته رو مشابهش رو از ایشون شنیدم. ازش سوال کردم آقا امریکایی‌ها رو چطوری دیدی؟ این جمله ایشون گفت امریکایی‌ها هیچی نیستن. در اونجایی هم که میخواد به ترامپ اون نکته رو بگه با همین دید هست که هیچی نیستید. من خودم حریفتون هستم. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، بیا ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. حاج قاسم اولا اهل گریه بود. از جنگ بگذاریم